السلام عليكم هموطنان عزیز دوستان ارجمند بینندگان گرامی امروز میخواستم در حاشیه سخنرانی اساسگذار جنگ و بدبختی اساسگذار همه ناآرامی هایی که در تاجیکستان گذشتند و هستند تا امروز امام علی رحمان که در شهر کان بادام چند نظرهای خودم را بیان بیدارم. به همگان معلوم است که در جنگ شهروندی تاجیکستان گناهکار اصلی کی است. همه می دانند که محض با تشبث فرانت خلقی و با رهبری همین امام علی رحمانوف جنگ شهروندی در تاجیکستان اوج گرفت و محض خود همین هدفهای اهریمنانه آنها بود که تاجیکستان را به خاک و خون کشیدند و خانه های مردم را آتش زدند، زنها و دختران تاجیک را تجاوز کردند. محض همین ها بودند که با سپارش خواجگان خارجی اشان تاجیکستان را آتش زده اند و امروز هم نشرمیده باز خود را اساسگذاری صلح و وحدت اعلان کردند و در برآمدشان گفتند که ما با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ سازشنامه امضا نکرده ایم. ولی در تمام اخبارات ها و در تمام سایت ها، در تمام شبکه های یوتیوب شما نگاه کنید، بر اعلا دیده می شود که بارها در مسئله با رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دعوت کردن و با آنها ششتن و مسئله را حل کردن علاقه سخنرانی کردند. به همه ما معلوم است که رحمانوف در هیچ جا نمی شرمد. در هر جایی که ما می بینیم ده ها و صد ها دروغ می گوید. مردم به این شیطان کلان تاجیکستان علاقه عادت کردند. دیگر می دانند که یک کاری معمولی شده است برای رحمانوف دروغ گفتن. من میخواستم که امروز یک نقطه جالب را برای عزیزان قید کنم. طبق اداره جاسوسی ایالات متحده آمریکا از سال 2006 که در همون حسابات ها آمده شده است، رحمانوف میخواست است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را همچون حزب اکستریمیستی و تروریستی اعلان کند. در حسابات هایی که در سال 2006 هنگام وفات سعید عبدالله نوری رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وقتی که همون روز وفات می کند، حسابات می نویسانند که رحمانوف می خواهد که نفری که در رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بگیرد که بیشتر دینی باشد و ما آن را زودتر توانیم، آسانتر توانیم همچون گروه اکستریمیستی و تروریستی اعلان کنیم. من در عزیزان در همین بالای صفحه لینک های از همون ویکیلیکس گرفته را پرتافتم. در آنجا حسابات ها همه حسابات های دقیق هستند و از همون اداره CRU بیرون آمدگی هستند این حسابات ها و شما می توانید باز دیگر حسابات هایی هستند که بسیار شما را شاید جالب باشد براتان. هر نفری که حقیقت را می خواهد
عدالت را میخواهد جستجو کنید و واقعا میبینید که برنامه اکستریمیست و تروریست ایران کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروز نبوده است، سال 2015 هم نبوده است، یعنی از سال 2006 بوده است. در همین حسابات های اداره تریو باز یک دو تا نقطه جالب دیگر است. رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عبدالله نوری و همچنان محمد شریف همت‌زاده هر دو از یک نمودی زهرآلود شده اند و بیماری هر دو یک بوده است. دو رهبری که این حزب را اداره میکردند، از جانب کی اینها زهرآلود شده است؟ کی میخواست اینها را زهرآلود کند؟ محض امام علی رحمانوف پیش از انتخابات سال 2006 این دو جوانمرد را، این دو دانشمند را چیکار کرد؟ زهرآلود کرد و میخواست جایگزینی سید عبدالله نوری رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نفری باشد که آن را به آسانی تواند همچون حرکت یا حزب اکستریمیست و تروریستی اعلان کند. ولی همه دلیل ها نشان می دهد که رحمانوف از روزی که سازشنامه رضایت آشتی ملی را امضا کرده بس این صلح و صلاح رسیده، در دلش هیچگاه هیچ کس را نبخشیده بوده است. این چنگیزی امام علی هیچ کس را نبخشیده است و مردمی که برای آینده تاجیکستان، برای آینده کشور همچون تاجیک به تاجیک اعتماد کردن، باور کردن، سلاح‌های خود را به پایان به زمین گذاشتن و آمدن مردانوار با این اعتقاد که در یک جایگی در پهلوی همدیگر کشور را آباد می‌سازیم و تاجیکستان را گلگل شکفان می‌سازیم، با همین فکر و عقیده آمدن در پهلوی رحمانوف و آشتی کردن برای آینده تاجیکستان، ولی رحمانوف آشتی نکرده بوده است. رحمانوف به خاطر مقصدهای اهریمنانه خود، به خاطر غصب کردن حاکمیت دولت کشور را، این دو جوانمرد را زهرآلود کرد و دو جوانمرد، یکی پیشتر و دیگر پسانتر، با یک زهر از دنیا گذشته. بعد از درگذشت سید عبدالله نوری در حسابات های اداره تریو همچون آمدگی است که رحمانوف بسیار کوشش و تلاش ها کرد که رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نفری تعیین شود که بیشتر احساساتی باشد و توانیم آنها را همچون اکستریمیست اعلان کنیم. ولی خوشبختانه نفری آمد که در جهان آن را شناختند و همچون یک شخصی معتدل قبول کردند و این مانع شد که نقشه رحمانوف بیشتر از 9 سال دیگر عقب گذاشته شود و بعدا میرزا ضیایف را
از بین برد و دیگر نفرها را. یعنی در اینجا خیانتکاری اصلی که به این صلح، به این وحدت، به این نعمت بی‌بهایی که ما با آن فخر میکردیم و جهانیان میگفتند که نمونه صلح وجود دارد که در جهان، این صلح تاجیکان است، ولی امروز این را یاد نمیکنند به خاطر آن که این صلح را خیانت کرده. این صلح را یک چنگیزی، یک خانواده چنگیزی به خاطر منفعت شخصی خود تجاوز کرد، به خاطر آن که میخواست همیشه سر قدرت ماند و این ملت اذیت کشیده را که از تیر و تنگ و توپش خانهش را سوزانده بود و باز چیکار کند؟ بالایش حکومت کند. و چند چنگیزی که امروز اطرافش جمع شدند با چشمان تنگشان، با دلهای کورشان، امروز ملت تاجیک را چیکار میکنند؟ غلامی خود میگرداند. از کجا ما وحدت داریم؟ از کجا ما صلح داریم؟ وقتی که ما بیشتر از دو میلیون گریزه داریم، گریزه هایی که به خاطر یک لقمنان در خارج کشور میروند، در زیر کیانه و طعنه و گپی بیگانگان چیکار میکنند؟ زحمت میکشند تا کی فرزندان و اقربان و خیشان مادر و پدر خود را بانانی خوش تامین کنند. ولی رحمانوف هیچگاه در فکر برگرداندن این مهاجران نبود و نیست. ما از کجا صلح داریم؟ این که وحدت نیست. وحدت امروز همه وحدت را، صلح را، اساسگذار را به رحمانوف میگویند که رحمانوف این صلح را کرد. نفری بود که این صلح را نمیخواست، رحمانوف بود. تنها خواجگان خارجیش مجبورش کردن، ناچار راضی بود، چون خواجگان خارجیش یراق، اسلحه اینها را با این رحمانوف تامین میکردن و از ناچاری هم مجبور بود که دست به صلح، به صلح این سازشنامه زند. ولی جز یک نیرنگ بیشتر نبود. و امروز هنی به خاطر چی میگوید که ما با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صلح نکردی؟ این یک رفتارای ناجوانمردانه، یک رفتارای پست و پلیدی این کس را نشان میدهد. با رحمانوف دیگر گفت و شنید، با رحمانوف در یک میز نشستن حرام است، چون این ناجوانمرد است، این وجدان ندارد، این ایمان ندارد، برای این یگام ارزش وجود ندارد. رحمانوف حق معنوی از صلح و سلاح و وحدت را گفتن را ندارد، چون نفری که به خاطر کرسی شده، به خاطر منفعت شخصی شده، 5 سال به مقابل مردم خودت جنگیده است. امروز شما نگاه کنید، اگر رحمانوف به خاطر کرسی جنگ نکرده باشد، چرا 26 سال است که کرسی را سر نمیدهد؟ به خاطر کرسی ده ها هزارها نفر را قربان میکند. اینها همه چی هستند؟ نشان میدهند که رحمانوف از همون روز اول آمدگیش یک اهریمن بیش نبود،
یک کرسی خواه بیش نبود برای رحمانوف لازم شود تاجیکستان را پر را در می دهد به خاطر منفیت شخصی خودش خونی هزارها انسان دیگر را خواهد ریزان. تا امروز 157,000 نفر را با همون حسابات خودشان که خودشان کشتند، مردم در بسیار کجا کشته شد؟ در بمبارد های سمالیات هایی که از جانب ازبکستان و روسیه بودند تحت فرمان امام علی رحمان قرار داشتند، مردم در کجا بسیار مرد؟ در همین بمب باران ها، در همین کشتن کشتن ها. من 8 ساله بودم، 8 ساله بودم در همین میکرایون ماه نو، ما در خانه برادرمون همون شب آمدگی بودیم، یک دختری جوان را افسرانی که تحت فرمان رحمانوف بودن از ازبکستان وارد دوشنبه شدند، همین دختر را در نیم شب در داخل پدیس تجاوز کردند و بعدن همین دختر را در همونجا کشتند. همه مردمی همون میکرران دید که همین خواجگانی خارجی رحمانوف بودن از ازبکستان آمدن با سپارش اسلام کریموف. محض رحمانوف خواجه خارجی داشت، محض تا امروز رحمانوف خواجه خارجی دارد، محض امروز همه سببگاری بدبختی هایی که در تاجیکستان هست، همه قشاقی که در تاجیکستان هست امام علی رحمان است. خائن اساسی این ملت امام علی رحمان است. با رفتن امام علی رحمانوف باور کنید همه این حرف ها، همه این بدبختی هایی که رحمانوف امروز شیطان و شیطانتی هایی که می آورد باور کنید از بین می رود. من آنهایی که واقعا به این صلح کردن، عقل سالم را استفاده بردن، به جنگ شهروندی یا به جنگ همون امام علی رحمانوف خاتمه بخشیدن و تا امروز صادق بودن، من آنها را با این وحدت که آنها تا امروز در دلشان این وحدت را همچون یک نعمتی بزرگی به دست آمده می دانند، با آنها مبارک باد می گویم. غضب خدا و لعنت مردم شریف تاجیکستان بر بالای آنهای باد که این صلح را خیانت کرده اند، به خاطر کرسی، به خاطر منفعت شخصی خودشان، به خاطر منفعت دامادشان، دخترشان، حسن و کسن و چسن و پسنشان این صلح را خیانت کردند. لعنت باد بر آنها، لعنت بر رحمانوف، غضب خدا بالای رحمانوف باد، غضب خدا بالای این کثیف شیطانی چینگیزی باد که این چینگیزی از ملت ما نیست، این چینگیزی از خون ما نیست، این چینگیزی که قصد دارد بالای این ملت بزرگ. لعنت خدا بر بالای رحمانوف باد بر این خیانتش، بر این عملهای غیر قانونیش. خدا لعنت کند بر شما و بر خانواده شما چینگیزی های امام علی و اطرافیان آن چینگیزی هایی که رحمانوف را هم با این عملهای غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر منفعت ملیشان که تنها به خاطر جمعون داشتن مالم بایگری است، غضب خدا بالای شما باد. مردم شریف تاجیکستان، اگر شما واقعیت را میخواهید باور کنید، من دلیل های زیاد میارم. من اکنون 9 دلیل ها را برای تمام مردم شریف تاجیکستان یک تا پیشنهاد میکنم، دلیل های مخفی که حتی از همون ارخیو امنیت تاجیکستان ادلیت کردن و پاک کردن. من از همونجا انشاءالله
شروع میکنم اکنون. تمامی آن نقشه هایی که رحمان میخواست کی را بکوشد، حزب را چگونه از بین برد، و انشاءالله یک تا با یک تا آهسته آهسته پیشکش شما میکنیم. رحمانوف دوزد است، شیطانی کلان است. رحمانوف یک نفری هست که بر ملت تاجیک 5 تنگه خدمت کردگی نیست، تنها خیانت کردگی است. خائن اصلی اصلی تاجیک اینمی امام علی رحمان است. هیچ یک فرزند ملت تاجیک بر این ملت خیانت همچنان به وزن امام علی رحمانوف خیانت کردگی نیست. ما از همین چینگیزی بود که این ملت را بزانو افکند و این ملت بیچاره و دربدر و سرسان و سرگردان شدند. و انشالله برادران عزیز، هموطنان گرامی، صادقانه با هم اگر مبارزه جدی بریم، در مدت 6 ماه این اولاد چینگیزی می رود، تاجیکستان گلگشفان می شود، مردم مهاجر را به تاجیکستان برمیگردانیم، همه سر جمعانه، سر بلندانانه در اطراف هم دیگر زندگی شایسته و انسانانه خواهیم کرد. بخشش باشه اگر صدای من بالا شده باشد، هموطنان عزیز، چون درباره رحمانوف آرام صحبت کردن بسیار مشکل است، چون این بسیار خیانتکار است، این بسیار شیطان است. به مثل این شیطان من در هیچ دنیا ندیدم. پدری شیطان ها امام علی رحمانوف است. خدا نگهدارتان باشد، همیشه صحتمند و سربلند و خانه آباد باشد. خدا نگهدارتان هموطنان عزیزم.